هزاران درود و هزاران سلام حضور تک تک شما بینندگان عزیز که امروز با ما در این برنامه همراه شدید. ایمان هستم و همراه شما عزیزان نگاهی خواهم داشت به یکی از آخرین خبرهایی که بر روی وبسایت سرویس خبری جامعه جهانی بهائی درج شده. پس با ما در این برنامه همراه بمانید. حکومت‌ها برگرداندن احکام زندان توسط ایران را محکوم می‌کنند. 17 فروردین 1390 خورشیدی برابر با 6 آوریل 2011 میلادی ژنو. حکومت‌ها و سازمان‌های حقوق بشر بازگرداندن احکام 20 ساله زندان برای 7 مدیر بهائی در ایران را به سرعت محکوم کردند. ماه گذشته مسئولان زندان به این 7 نفر اطلاع دادند که احکام 10 ساله که پس از تبرئه شدن آنها از 3 اتهام در دادگاه تجدید نظر در سپتامبر سال گذشته تعیین شد، اکنون به رأی دادگاه قبلی مبنی بر احکام 20 ساله زندان بازگشته است. هیچ حکمی به صورت کتبی به زندانی‌ها یا وکلایشان نشان داده نشده است. این رویداد واکنش فوری و گسترده‌ای را چه به صورت علنی و چه خصوصی برانگیخت. اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا و نیز دولت‌ها، نهادها و افراد در برزیل، فرانسه، آلمان، هند، بریتانیا و ایالات متحده بیانیه‌هایی صادر کردند. پیوستن همین صداهای حمایت در سراسر جهان برای این است که پیام روشنی به مسئولان ایران داده شود. شما چه به عمد و چه تصادفاً این عمل را در زمانی که توجه جهانی به بحران در بخش‌های دیگر خاورمیانه معطوف است انجام داده باشید، نباید فراموش کنید که دنیا رفتارهای شما را با مردم خودتان از جمله بهائیان کشورتان از نزدیک نظارت می‌کند. شما نمی توانید بدرفتاری روشمند با شهروندان بیگناه را پنهان کنید. حمایت دیپلماتیک. بانو کاترین اشتن، نماینده ارشد اتحادیه اروپا برای امور خارجه و سیاستگذاری امنیتی، در بیانیه‌ای به تاریخ اول آوریل 2011 میلادی از اخبار اخیر مربوط به رهبران بهایی ابراز نگرانی کرد و گفت: من از مسئولان ایرانی می‌خواهم وضعیت قانونی این 7 نفر را روشن کنند و افسود باید با آنها و وکیلانشان دسترسی لازم به همه اسناد مربوط به پرونده‌هایشان داده شود. بانو اشتن خواستار آزادی فوری 7 مدیر بهائی و پایان آزار اقلیت‌های دینی در ایران شد. رئیس پارلمان اروپا جرزی بوزک نیز نگرانی جدی خود را از این رویدادها ابراز کرد. آقای بوزک در بیانیه‌ای در 4 آوریل گفت: من از مسئولان ایرانی می‌خواهم به بازداشت غیر موجه این مدیران دینی پایان دهند و شفافیت بیشتر و توضیحات قانونی روشنی پیرامون پرونده آنها ارائه کنند. او گفت: آزادی دین یا عقیده یکی از بنیادی ترین حقوق بشر است. وزیر امور خارجه بریتانیا ویلیام هیگ اظهار داشت از خبر بازگرداندن احکام 20 ساله زندان عمیقا نگران است. آقای هیگ در 4 آوریل گفت: در ماه اوت سال گذشته من به روشنی گفتم که ما معتقدیم این مدیران کاملا حق دارند اعمال دینی خود را اجرا کنند. من با آنچه آن زمان گفتم پایبندم و بار دیگر از قوه قضاییه ایران می‌خواهم در پرونده تجدید نظر کند و آزار آیین بهائی را متوقف سازد. آقای هیگ افسود: من از گزارش‌های مبنی بر اینکه این 7 نفر از سوی زندانیان دیگر و نگهبانان زندانی که به آن منتقل شدند مورد تهدیدهای فیزیکی قرار دارند نیز نگران شدم. این نمونه دیگری از بیتوجهی مسئولان ایرانی به حقوق قانونی مردم ایران است، در حالی که تصریح می‌کنم که معتقد نیستم مبنای کافی برای بازداشت این رهبران وجود داشته باشد. از مسئولان ایرانی می‌خواهم امنیت آنها را در زمان بازداشت تضمین کنند و همه حقوق آنها را بر اساس قوانین ایران رعایت کنند. نماینده دفتر امور خارجه آلمان برای سیاستگذاری حقوق بشر مارکوس لونینگ این احکام زندان را شرم‌آور توصیف کرد. آقای لونینگ در 5 آوریل گفت: این واقعیت که این تصمیم در خفا گرفته شده بار دیگر نشان می‌دهد که ایران حاضر نیست شفاف عمل کند و به اصول بنیادی قانون اساسی احترام بگذارد. وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌اش به تاریخ اول آوریل خشونت، تبعیض و آزار بهائیان را که آنها را از حق آزادی دین یا عقیدهشان منع می‌کند به شدت محکوم کرد.
ایالات متحده صدور این حکم را گامی بی سابقه و نقض تعهدات ایران تحت میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توصیف کرد. در یک کنفرانس مطبوعاتی وزارت خارجه در شهر واشنگتن در 31 مارس گفته شد که ایالات متحده از گزارش‌های مبنی بر بازگرداندن احکام قبلی زندان عمیقا ناراحت است. در برزیل نماینده فدرال لوئیس کوتو رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر و اقلیت‌ها در اجلاس عمومی مجلس نمایندگان صحبت کرد و از کنگره ملی، جامعه برزیلی و کشورهای دیگر خواست حمایت خود را از جامعه بهائی ابراز کنند. آقای کوتو در 4 آوریل گفت اتهاماتی که رهبران بهائی را در زندان نگه داشته کاملا کذب هستند و برای توجیه آزار غیر قابل قبول و صرفاً مبتنی بر عقاید دینی آنها جعل شدند. نامه سرگشاده‌ای که تاکنون به امضای حدود 90 شهروند برجسته در سراسر هند رسیده از زمان انتشار خبر بازگرداندن احکام 20 ساله زندان امضا کنندگان بلندپایه‌تری را جلب نموده است. اعضای ارشد قوه قضاییه از جمله قاضی پیشین دیوان عالی هند و شخصیت‌های برجسته در حوزه آموزش اکنون به این کمپین پیوستند. در بیانیه آمده ما به عنوان شهروندان هند، کشوری که به عنوان الگوی روح همزیستی و مدارا برای جهان به حق بر خود می‌بالد، نگرانی عمیق خود را از وضعیت بهایان زندانی و خانواده‌هایشان ابراز می‌کنیم. تبعیض دیرپا و عمیق. چندین نهاد حقوق بشر نیز به گزارش‌های مربوط به احکام 20 ساله زندان به شدت واکنش نشان دادند. عفو بین‌الملل حرکت اخیر ایران را انتقام جویانه و ظالمانه توصیف کرده است. مالکم سمارت رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین‌الملل گفت یک بار دیگر مسئولان ایرانی در نظام قضایی خودشان دست بردند تا اعضای یک اقلیت دینی را آزار دهند. مسئولان باید به جای دو برابر کردن احکام رهبران بهایی آنها را همین حالا آزاد و آزادی آنها را در اجرای اعمال دینیشان فارغ از تهدید و آزار تضمین کنند. آقای سمارت گفت این گونه اقدامات خودسرانه و انتقام جویانه تذکر به هنگامی است که یادآوری می‌کند چرا شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً به تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای ایران رأی مثبت داده است. این تصمیم شورا کاملاً به موقع بود. او گفت این تازه ترین نمونه از تبعیض دیرپا و عمیقی است که اقلیت بهایی در ایران با آن مواجه است و به جامعه جهانی یادآوری می کند که مسئولان ایرانی چقدر نسبت به معیارهای بین المللی حقوق بشر درباره آزادی عقیده، انجمن، بیان و حق دسترسی به محاکمه عادلانه بی توجه هستند. استوارد وینزر رئیس ملی نهاد همبستگی جهانی مسیحیان گفت بازگرداندن چنین حکم سنگینی برای بهائیان ضربه دیگری به این گروه است. او افسود روشن است که هم بهائیان و هم بعضی از جوامع مسیحی فقط بر مبنای ایمانشان مورد حمله قرار می‌گیرند. آقای وینزر گفت جامعه بین‌المللی باید ایران را تحت فشار قرار دهد تا همه بازداشت شدگانی را که صرفاً به خاطر دین خود زندانی هستند آزاد کند. حکومت ایران باید همچنین تضمین کند که اعضای کلیسای ایران از روند قانونی بهره‌مند و از همه اتهاماتی که بر اساس قوانین ایران هیچ محملی ندارند تبرئه می‌شوند. 7 مدیر بهایی فریبا کمال‌آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، مهفش ثابت، بهروز توکلی و وحید تیزفهم همه اعضای یک گروه موقتی ملی بودند که به نیازهای جامعه بهائی ایران رسیدگی می‌کرد. آنها در زندان گوهردشت، حدود 50 کیلومتری غرب تهران زندانی هستند. بینندگان عزیز، خبری بود به نقل از سرویس خبری جامعه جهانی بهایی. در ادامه برنامه‌های امروز ما را همراهی کنید.